سلام سازمان ملل متحد به تازگی از حکومت طالبان خواسته است که فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را فورا آزاد کند از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در راگست 2021 شماری از مدافعان حقوق بشر فعالان زن روزنامه‌نگاران و استادان پاهنتون بازداشت شدند شماری از آنها آزاد شدند اما بر اساس گزارش ها هنوز تعدادشان از جمله مطیع ویسا خیر الله پرهر صبحان الله سبحانی سلطان علی زایی الهه دلاورزی و مرتضا بهبودی در بند طالبان هستند الکساندرا یا همسر مرتضا بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل از طریق سکایپ همین حالا از شهر پاریس با ماست خیلی تشکر از وقت شما خانم مصطفی یا آرسف یا سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که بهبودی به هدف گزارشدهی در پنجم ماه جنوری وارد افغانستان شد و درست 48 ساعت بعد هنگامی که قرار بود اعتبارنامه مطبوعاتیش را دریافت کنه بازداشت شد میدانید که او تصمیم داشت در چه مورد گزارش دهی کند بله تشکر از این که برایم فرصت دادید تا صحبت کنم من در مورد جزیاتش نمیدانم به خاطر که او اعتبارنامه مدباطیش را نداشت و فقط می دانم که او می خواست مثل همیشه وضعیت زندگی در افغانستان را به گونه بیترفانه به تصویر بکشد تا از این طریق بتواند به کودکان و دیگر مردم که با فقر و دیگر چیزها روبرو هستند کمک کند آرسف گفته است آنچه را آنها می دانند این است که بهبودی پس از سپری کردن یازده روز در یک زندان در کابل به خاطر نشان ندادن اعتبارنامه مدباطیش به زندان دیگر در کابل منتقل شده و به گفته آر گفته می شود که او به جاسوسی متهم شده هرچند مقامات طالبان به گونه رسمی دلیل بازداشت او را مشخص نکردند اما به نظر شما دلیل اصلی بازداشتش چیست Yes, state... بله، طوری که شما درست میگوید، طالبان به گناه مستقیم نگفتند که مرتزا را به چی متهم می کنند، چرا بازداشتش کردند. چیزی که من گفتم می توانم این است که مرتزا یکی از بسیاری جورنالیستان و فعالان حقوق بشر است که در جریان چند ماه گذشته بازداشت شدند. خصوص این بار او یکی از بسیاری افراد است که به خاطر کاری که در افغانستان انجام داده این گونه مجازات می شند. توانست در جریان بیش از سه ماه با او صحبت کنید؟ من تماس تلفنی یک دقیقه در 26 ماه جنوری داشتم که دو ماه از آن سپری شد. طالبان حاضر بودند. بنابراین ما چیزهای زیاد گفته نتوانستیم. فقط چند روز پیش توانستم از طریق کمیته بین المللی سلیب سرخ به مرتضا نامه بفرستم و نامه از او هم دریافت کردم. او در نامه نوشته است که از تمامی حمایت ها سپاسگزار است و از مردم خواسته است که به مبارزه ایشان برای رهاییش ادامه دهند. اما در جریان تماس تلفنی او به شما چه گفت؟ او گفت که نباید تشویش داشته باشم اما این فقط شخصیت اوست به خاطر که همزمان از صدایش حس کردم که قرار بود گریه کند از او چه پرسیدید؟ فقط پرسیدم که چطور است غذا دریافت می کند کسان دیگر هم در زندان هستند چی حس دارد؟ صحتش چطور است؟ زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که بهبودی خوب است و با او رفتار درست می شود. اما شما به عنوان همسرش چقدر در موردش تشویش دارید؟ I'm really, truly worried for his mental من واقعا به خاطر وضعیت فیزیکی و روانیش تشویش دارم به دلیل نبود ارتباط بین من طالبان و مرتضا تمام این وضعیت مثل یک کابوس است به خاطر که من واقعا نمیدانم که او چطور است چندین سازمان به شمول ملل متحد کمیته حفاظت ژورنالیستان و سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت طالبان خواستند که فورا بهبودی را آزاد کند اما درخواست شما از حکومت طالبان چیست؟ من از طالبان می خواهم که مرتضا را فورا آزاد کنند. او هیچ خطاکاری نکرده است. جورنالیزم جنایت نیست. همچنان رمضان است و ماه مبارک مهربانی و بخشایش است. بنابراین می خواهم بتوانم مرتضا را ببینم و صدایش را بشنوم.